در سال 2005 مجمع عمومی سازمان ملل 20 دسامبر برابر با 29 آذر ماه را به عنوان روز جهانی همبستگی بشر تعیین کرد. با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. اگر به 100 سال پیش برگردیم، به احتمال فراوان مردم از سرنوشت یکدیگر به جز افراد نزدیک خبردار نبودند. در آن روزگار چنان که یک روستا دچار مشکل می شد، مدتی طول می کشید تا اهالی روستای نزدیک به آن نیز از وجود آن مشکل مطلع شوند. اگر این مشکل در یک شهر بود، ماها طول می کشید و اگر در یک کشور بود، سالها زمان لازم بود که کسی از آن اطلاع پیدا کند. و اگر در یک قاره دیگر بود، احتمالاً اطلاع نداشتند که قاره دیگری با فرهنگ و مردمان و مشکلات دیگری وجود دارد. ولی امروز چنین نیست. ما می توانیم به همان سرعتی که از سرنوشت نزدیکانمان مطلع می شویم، از سرنوشت سایر مردمان در هر نقطه ای از جهان نیز اطلاع پیدا کنیم. همین ویژگی 7 میلیارد نفر جمعیت جهان را هر روز به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر و همبسته تر و همبستگی بشر را به یک ارزش جهانی تبدیل کرده است. همبستگی این بشر به شرطی محقق می شود که حداقلی از حقوق اولیه برای آن در نظر گرفته شود. توسعه پایدار و رفع فقر و تبعیض از لوازم اولیه برای تحقق آن است. در سطح بین المللی نیز رسیدن به توافقاتی بر مبنای گفتگوی عادلانه و پرهیز از جنگ و ملتزم بودن به تعهدات بین المللی مبنای این همبستگی است. رکن اساسی این همبستگی احترام به تنوع بشر و به رسمیت شناختن این تنوع است. به مناسبت این روز سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده وابسته به بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی پیامی صادر کرده است. در بخشی از این پیام آمده علارغم تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی از سال‌ها پیش انحطاط بی‌سابقه وضعیت بشر، احساسات، سرخوردگی و اندوه را برانگیخته است و این موضوع به دلیل تقسیم شدن و چند پارگی جامعه بین‌المللی است که منجر به درگیری‌هایی با پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی شده است. این سازمان در پایان از همه دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادها دعوت نمود تا برای کمک به ملت‌های آسیب دیده از جنگ یا بلایای طبیعی یا مردمی که به دلیل منابع ضعیف کشورهایشان از فقر و تنگدستی رنج می‌برند، تلاش کنند. چون انسان‌ها صرف نظر از رنگ، نژاد و یا اعتقادشان همانند یکدیگر هستند. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. محمد خاکساری صاحب امتیاز هفت‌نامه قلم معلم و فعال اجتماعی سیاسی از ایتالیا با ما هستند. آقای خاکساری سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض کردم، صدای من میاد؟ بله صداتون دارم، بفرمایید. خب سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان گرامی و تبریک روز همبستگی جهان رو خدمت عزیزان بگم. چون وقت کمه من برم روی مسئله اصلی که بله. موانع همبستگی انسانی چیه؟ جناب خاکساری صدای منو دریافت میکنید؟ جناب خاکساری امکان رسیدن به هدف اون هست که همون بستگی. نگاه کنین، اولی مسئله که مانع همبستگی ما میشه جنگ که باعث می رواج خشونت میشه و جدایی انسانها و ایجاد چنگانگی میشه و این برمیگرده به درون خود انسانها که متاسفانه طمع ثروت و قدرت طلبی و برخی سیاست های جهانی موجب جنگ‌افروزی میشه و موجب مشکلاتی در جهان میشه و همبستگی رو کاهش. مقابل این صلح هستش که صلح ایجاد همبستگی انسانی میکنه. در این شرایط که بحران‌های انسانی، اقلیمی، محیط زیستی، خوش‌سالی، زیست انسانی رو دچار مشکل کرده، برای حل مشکلاتی چون قحطی، گرسنگی، جنگ و بحران امروز نیاز ما به یک همبستگی انسانی و جهانی داریم. یعنی تا
همبستگی انسانی و خصوص صلح نمود. الان همین مسئله که در غزه وجود داره، اگر همبستگی انسانی وجود داشت، ما میتونستیم زودتر و بهتر، عرضم به خدمت شما، به یک همبستگی انسانی و این صلح. من برای اینکه وقت کم هستش، اگر ما بخوایم کل مسئله رو در اینجا ما مورد نظر قرار بدیم، عملیاتی بشه این جریان همبستگی، و اگر این شعر سعدی رو که در قرن هفتم گفته 800 سال پیش، یه الگو بشه که در سالهای مثل سازمان ملل هم این اومده، به نظر من اگر این شعر عملیاتی بشه و در دستور کار، عرضم به خدمت شما، سیاستمداران جهان قرار بگیره و مردم جهان، فکر کنم ما میتونیم یه همبستگی انسانی رو تحمل کنیم. بله. حالا من این شعر میخونم که بعد جناب خاکساری صدای منو دریافت میکنید؟ بله. جناب خاکساری، همبستگی انسانی چه تأثیری در پیشرفت جوامع بشری میتونه داشته باشه؟ بله. نگاه کنید، شما هیچ کاری در این دنیا برای تحقق اهداف سیاسی، اهداف فرهنگی، اجتماعی، غیر از این که ما همبستگی داریم، حالا چگونه میتونه این همبستگی رو تحقق بکنه؟ احزاب نمیتونن این کار رو انجام بدن. این کار نهادهای مدنی این کار رو انجام. چرا؟ چگونه؟ چطور؟ چون وظیفه نهادهای مدنی اینه که نظارت کنن و نقد کنن و سیاست مداران. اگر شما حزب باشید، حزب میاد، عرضم به خدمت شما، وزن میخوام، حزب میاد، بخش من این حس میاد که به حساب منافع خودش رو در نظر میگیره، ولی نهاد مدنی دنبال قدرت نیست. این رو انجام من اجازه میدید بختار شعر بخونم من خدمتون؟ بله بفرمید. که این شعر اگر به ترجمه شده احتمالا بشه این رو در سطح جهانی عمل منیه که گروه تحقیقاتی و یک گروه انسانی بیان انجام بدن، بکنم که سرسرلوه شازمان من میگه بنی آدم اعضای یک پیکرن، یعنی همه دنیا همه یک انسانی هستن که خلق شدن، که در آفرینش یک گوهرن، یعنی از یک گوهر بزن به آدم حوا یا هر چی دیگه وجود ندارد. چو عضوی درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند. یعنی اگر یک عضوی انسانی مشکل جنگ پیدا کنه، مشکلات اقلیمی پیدا کنه، این مشکل باعث میشه که این کاهش پیدا کنه، این مسئله به حساب. بله جناب خاکساری، بی‌غمی نشاید که نامت هم آدم. بله. به نظر شما علارغم آنکه مشخص شده همبستگی انسانی رمز موفقیت انسان‌ها و جوامع، چرا برخی از دولت‌ها و گروه‌های تندرو در جهت عکس آن عمل می‌کنند؟ اتفاقاً این خیلی موضوع مهمی هستش که جنگ و متأسفانه ما الان در دنیا شاهد هستیم که رشد افراطی‌گری دولت‌های افراطی افزایش یافته، و الان بیشتر مشکلاتی که هم به جهت اینکه ما محیط زیستی، بحران‌های اقتصادی، جنگ وجود میاد، به دلیل این که عرضم به خدمت شما، این دولت‌های افراطی چه کار برکنن؟ این به نظر من یکی احزاب اپوزیسیون چون که هستن این کار بکنن، دو بیشتر برمیگرده به خود مردم، یعنی ما باید درون انسان‌ها را درست کنیم تا تولد برش پیدا بکنیم. درون انسان ها اگر خودش بتونه به این باور برسه که این بحران ها دارای مشکلاتی برای بشریت وجود میاد، بله، خودش زایش پیدا میکنه به قدرت. و به نظر من همون نهادهای مدنی، نگاه کنید، نهادهای مدنی که صلح، نهادهای مدنی که محیط زیست، ما اینا رو باید حمایت کنیم و بریم، بله، عضو اینها بشیم.